Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba kanal Afghan Cooking. Oshpazi Afghani khotan khosh omadin. Imroz yak sabzi Afghani dar nazar daram. Umidvar hastam khoshtan bia. Va ta akhir video ba ma bashin. Allahumma barak alayhi. Megim ba hamay ma khub ast. Argah subscribe mikunin, sherike sokhtan faramosh nakunin. ای زنگه که در پالوی تکمه سبسکرایب شار بدین تا در جریان ویدیوهای نباشین. اینستاگرام خواهرتان است، لینکش در پایین از این ویدیو میگذارم، انشاءالله وقت داشته باشین ببینین. و ایام ویدیوهای قبلی است که خدمت شما نازنینا گذاشتیم، اگر وقت داشتین یک سر بزنین ببینین و برای خود و خانواده عزیزتان درست کرین. مواد لازمه نوشته نکدیم، براتون از نزدیک نشان میتم. تقریبا 2 کیلو پالک است، 1 کیلو گندنه بر ما بکار است. سرکای گندنه را دور میکنیم، پاکش میکنیم، داخلش میبینیم چیزی نبود، بعد از او میده ریزیش میکنیم. هرقدر میده ریزه کنیم همقدر خوبه، زود سرخ میشه. و چلا و صافه قسمی که میبینین امرای کاسه یک جای آماده گذاشتیم، گندنه رو در داخلش میگذاریم. دو دانه پیاز متوسطه میده ریزه میکنیم. یک فشار میتیم تا یکی از دیگهش جدا شوه. بعد از او در یک ملاقه روغن سرخش میکنیم، کمک نمک اضافه میکنیم تا که نسوزه. نمک بخاطر اضافه میکنیم که نسوزه پیاز ما در ابتدا. البته گندنه را تمام ریزه کردیم، فعلا در آب سرد تقریبا 6 بار 5 6 7 هر قدر که لازم بود. میبینیم که هر وقت که آب گندنه سفید برآمد بود زود دیگه نمیشوی میشه. دیگه آل بار اولش است که شوشتیم. قسمت تکای پایان ریگ داره، در کاسه ریگش معلوم میشه و با می ترتیب چند بار می شوریم تا که گندنه ما خوب پاک و ستره شود. گرچه که دای طرف ها گندنه و پالک و همه ترکاری با بسیار زیاد پاک و ستره است، نظیف است، اما بازم همیش با یک شستن پاک و ستره ضرورت داره. گندنه را می گذاریم کنار، آبش بره، پالک سرکایش دور میکنیم. بعد از او میچینیم شه، میبینیم پاک است. بعد از او ای را میده ریزه میکنیم. هر قدر خورد ریزه کنیم هم قدر کار ما یعنی آسان تر میشه در وقت سرخ کردن. دیگه یک نیم ملاقه روغن اضافه کردم. یک دو دندان سیر سرخ میکنیم، دو دندان سی دندان هر چقدر دارین. و می پیاز را قبلا سرخ کرده بودیم ای را در سرش اضافه میکنیم. یک نیم قاشق چای زردچوبه و مرچ مسالا به دل خواهتان، مرچ سیاه هر چی میخواین اضافه کنین. دیگه گندنه را اضافه میکنیم در سرش، مدت تقریبا نیم ساعت یا بیشتر سرخ میکنیم تا آب گندنه خشک شوه در حرارت تیز. البته فعلا پالک را میده ریزه کردیم، پاک ستره ایران 5-6 بار در آب میشوریم. ما پالک چون زیاد بود ما دو بار شستو میشه، یک ای پرتیگه که اولش است ای بعد از او دو میشه میشویم. دیگه هر بار که میشویم 5-6 بار میشویم تا وقتی که خوب صحیح پاک ستره شوه، آبش سفید برایه. دیگه چون دستشوی ما اینم به می اندازه است و چلاصف و کاسه به می اندازه است نمیتونم، یعنی اگر ظرف کلان می بود دو بسیار خوب زود چی می شد، پاک می شد، شوشته می شد. دیگه شما اگر چلاصف کلان داشته باشین کاسه کلان بسیار زود و همش یک جای شوشته می شه. اینجا آب گذاشتیم جوش بیایه، آب ما به جوش آمد. بعد از این امی پالک را که پاک ستره شستیم، البته یک پرتیگه که اولش است درش اضافه میکنیم. تا وقتی که به جوش میایه پرتی دومش هم میشویم. حال دومش هم شستیم اضافه میکنیم. همیشه یک جای میگذاریم، فقط امی که به جوش آمد مدت 1 دقیقه. زیاد جوش نمیتیم که ویتامینایش نره
از بین نره، چون پولک های ای طرف های کمک تلخیگک داره، با او خاطر مجوش میتم. اگر پولک های افغانستان و شیرین باشه مجوش نمیتم دیگه، هر قدر که نلغام باشه با دزبان بر ترتیب یک تلخیگک داره، با مخاطر من همیشه بار اول جوش میتم، آبش دور مندازم، از چلو صاف صافش میکنیم، آبش نمیگیریم، کار نداریم، صرف خود پالک میگیریم. بعد از اینکه آبش میگذاریم یک چند دقیقه که آبش بره، بعد از او تا او وقت دیگه گندنگک ما خوب سعی در سر روغن آمده و فعلا امی پالک جوش داده خود سرش اضافه میکنیم. متوجه باشین پالک از یاد جوش ندین، فقط یک دقیقه، به خاطر که ویتامینش نسوزه. و بعد از این امرای گندنه یک جای سرخش میکنیم، یعنی پختش میکنیم دیگه، نمک و مرچ و مساله، مرچ دلمه، هر چی که دوست دارین میتونین استفاده کنین. من شکر همیشه یک قاشق غذاخوری اضافه میکنم، بسیار مایه خوش میه، کاملا مثل که از نمک چینایی استفاده کرده باشین، به مشکل مزیش بسیار یک طعم خوب میداشته باشه. سرش بسته میکنیم، مدت نیم ساعت میگذاریم، نیم ساعت بود باز به هم میزنیم، منتها متوجه میباشیم حرارت تیز نباشه، یعنی کمک پخش باشه. یک دونه سینی مرغ همراه سی دندان سیر گرفتیم، سیر ریزه میکنیم، سرخ میکنیم همراه نیم ملاقه روغن و سینگک مرغ ریزه میکنیم، چهار کنجی خورد مثل که در سالاد ریزه میکنیم. میتونید که همراه گوشت گوسفند، از همراه گوشت گاو پخته کنین. برای ما همی گوشت مرغ در یخچال تیار بود، تیز کدمی را گرفتم به خاطر که امی به ما آسان بود دیگه. مرچ سیامق اضافه کردم، مدت 6-7 دقیقه تا 8 دقیقه سرخش میکنیم تا که آبش خشک شود. بعد از این بسیار، یعنی گوشت مرغ بسیار زود پخته میشه، مدت 4-5 دقیقه کاملا در روغن که بریان میکنیم سرخ میشه. اصلا مرغای که خانگی است اونا مثل گوشت پخته میشه دیر، مرغای که زراعتی است اینا یکم زود پخته میشه. گرچه ما مرغ آلماتایی استفاده میکنیم اما بازم زود پخته میشه. در سر سبزی امی کباب مرغ اضافه میکنیم، مثل کباب دیگه پختیش کردیم، بعد از او اضافه میکنیم، میشه فقط یک 2-3 دقیقه دیگه میگذاریم بس دیگه، باز حرارت خاموش میکنیم، بسیار دیر نمیمونیم به خاطر که امی طعم مرغ تغییر نکنه. دیگه شو میمونی داشتیم، گذشت میمونی بخیر، دیگه حال دیگه روزش هست که بر شما سبزی ما نیم شد نیمشه بر شما ایزان. حالا در ویدیو گرفتم که ببینین که چه قسم یعنی پخته شد. دیگه فعلا بشقابه که تزیین کردیم، یک چلوک هم پخته کردم. دیگه فعلا هم سبزیگک خوده در همی بشقابک میکشیم، بعد از او امرای چلو نوش جان میکنیم. بسیار سبزی خوشمزه است، شما میتونین که در سبزی از گشنیز هم استفاده کنین. یک بار دگام ما اگر یادتان باشه سبزی پخته کردیم که در او گشنیز استفاده کردیم، اما ما او را جوش ندادم، فکر کنم این را جوش دادم بخاطر که تلخیگه که پالک داره از بین بره. قسمی که دیدین در بشقاب کشیدیم سبزی را، پخته شد کاملا، بسیار زیاد خوشمزه و با اطمینان میتونین این سبزی را امرای گوشت مرغ پخته کنین، یا میتونین درش لوبیا، قرمه لوبیا اضافه کنین، قرمه نخود اضافه کنین، هر نوآوری که میخواین میتونین بکنین. امیدوار هستم این ویدیو خوشتان آمده باشه، اگر خوشتان آمده لایک سابسکرایب شریک ساختن فراموش نکنین با دوستای نازنینتان. تا ویدیو بعدی شما رو به الله مهربان میسپارم. الله حافظ و نگهدار همه شما ایزان باشد.